خب همچنان که در هر سازی صدا به یه شکلی تولید میشه و این آواها شکل میگیرن، در تارهای صوتی ما هم یک مکانیزمی داره که شاید خیلی بلد باشن و بدونن. حالا من اینجا براتون میگم، برخورد هوا به تارهای صوتی ایجاد صوت میکنه. اندامهای مختلفی رو برای ایجاد صوت و تولید صوت داریم. در دم ریه‌ها رو پر میکنیم و در بازدم این هوا از طریق همون نایی که هوا ورود کرده برمیگرده و به سمت حنجره میاد. این حنجره از عضروف‌ها و عضلات مختلفی تشکیل میشه، از رشته‌های عصبی مختلفی تشکیل میشه که اینها وظیفه‌شون اینه که صوت رو در اون نقطه ایجاد کنن. تارهای صوتی رو یک کتاب نیمه باز در نظر بگیرید که در واقع هوا از بین اینها عبور میکنه. تارهای صوتی باید یک فاصله مشخصی رو داشته باشه، فاصله خیلی مناسبی رو داشته باشه تا بتونه اون صدا تولید بشه. صدا هم که گفتیم بر اثر برخورد هوایی که از بین این تارها در واقع چی میشه عبور میکنه. اینجا ما باید کاری کنیم که مغز بتونه تارهای صوتی رو در موقعیت مناسب نگه داره. بعضی از سازهای بادی که زبانه دارن، شما اگر نگاه کنید، اگر اندازه این شکاف زبانه خیلی زیاد یا کم باشه، ببینیم صدا ازش یا در نمیاد یا صدای خوبی به وجود نمیاد. در واقع حنجره به همین شکله. ما باید بیایم اندازه این فاصله بین تارهای صوتی رو باید به گونه‌ای بگیریم که وقتی هوا باش برخورد میکنه، اون لرزش‌ها و نوسانات و ارتعاشاتی که پیدا میکنه بتونه صوت مطلوبی رو ایجاد بکنه. باید تمریناتمون جوری باشن که بتونه این عادت رو در تارهای صوتی ایجاد بکنه.